گرمی های فکر شماره 50. دو تیپ شخصیت رو میتونم من تفکیک بکنم از یک دیگر برای اینکه یه مفهومی رو بتونم از توی اون بیارم بیرون که پراتیک باشه و به درد پراکسیس سیاسی یا اجتماعی یا حتی فردی و روزمره ما بخوره. یه شخصیت هایی هستن که شخصیت های آزادن و یه شخصیت هایی هم هستن که شخصیت های چسبندن، یعنی وقتی که میرن سراغ یک پدیده ای، یک ایده ای، یک حزبی، یک روشی، یک سنتی، یک اعتیادی یا هرچی دیگه به اون میچسبن، دیگه نمیتونن از اون کنده بشن. و یک شخصیت هایی هم هستن که به اصطلاح طی منازل میکنن و سیر آفاق و انفس میکنن، به جاهای مختلف میرن، به ایده های مختلفی پیدا میکنن، به احزاب مختلف میرن، سرک میکشن و بعد میبینن که این با روحیهشون جور نیست، ول میکنن اون حزب رو یا اون ایده رو که میبینن حالا یا اشتباه بوده یا دست کم سطحی بوده و حالا به یه چیز عمیق‌تر و ژرف‌تری احتیاج دارن، اونو رها میکنن، میان از اون تنگنا بیرون، میرن به یه جای وسیع‌تر. مثلا میره به سراغ یه ورزشی، توی اون ورزش دیگه میچسبه و نمیتونه از اون کنده بشه، ولو اینکه با افراطی که تو اون ورزش میکنه تو جنبه‌های دیگر زندگی کم میاره، دیگه اون کم آوردن تو سایه قرار میگیره و متوجه اون اصلا نمیشه. یعنی این چسبیدن بنابراین یه مسئله فرهنگیه، یعنی نشون میده که فرهنگ که یکی از تجلیاتش اراده آزاده، اراده نسبتاً آزاده، یعنی باید پایین باشه، یعنی هرچی این فرهنگ پایین تر باشه آدم بیشتر میچسبه و در نتیجه طعم لذت بخش تنوع رو خوب نمیچشه. یکی از مفاهیمی که در رابطه با چسبیدن حالا تو دوره ما خیلی مهمه و قابل بررسیه این مفهوم قانونه. یعنی ما به قانون، خب الان همه صحبت از قانون میکنیم، صحبت از حقوق میکنیم، صحبت از دولت حقوقی و جامعه و نظام حقوقی میکنیم، ولی و بعضی هم به طور مثل که در یه حالت تازه به دوران رسیده ای و تازه به یه چیز جدید رسیده ای باز میان به یه قانون میچسبن و طوری میچسبن که در نتیجه اون تنوع، اون روح قانون و اون قانونیت رو در حقیقت فدای قانون. دکتر مصطفی رحیمی یک بار گفت من به عنوان قاضی افتخارم اینه که بارها و بارها قانون رو نقض کردم. حالا این منظور ایشون که خب این تقریبا الان امروز مورد اتفاق نظر همه روشنفکرها هست که ایشون واقعا آدم آزاده‌ای بوده و تو هیچ تنگنا و توی چیز ایدئولوژیکی نگاه نمی کرده و شخصیتش هم چسبناک نبوده که به چسب به پدیده ها به یه فقط چیزی، ولی می خواسته از این طریق بگه که قانون یه چیزیه که فرم شکل و نمی تونه خودش با زمان متحول بشه و حرکت بکنه و زنده نیست. قانون به یک موجود آزاد، قاضی آزاده که فکر زنده ای داشته باشه و تو پراکسیس زنده زندگی میکنه احتیاج داره تا خوب درک بشه. و این فرق قانونیت و قانونه، یعنی فکر مبتنی بر قانونیت، ذهنیتی که قانون رو درک کرده، روح قانون رو درک کرده، و الا فرق برخورده با قانون تو جامعه دموکراتی بین محافظه‌کارها و مثلا سوسیال دموکرات‌ها چیه؟ محافظه‌کار میچسبه به شکل قانون، یعنی
خیلی کتابیه، خیلی لفظیه، فرمالیست شکلیه، برعکس سوسیال دموکراتیک ها که نرم و منعطف و انسانی از قانون دفاع میکنن. و الان مثلا یه مذهبی خیلی متعصب، یه حزب الله، خب اونم یه جوری از قوانین به قوانین مثلا اسلامی میچسبه و نمیتونه از اونا کنده بشه و یه جوری قانونگرایی افراطی و صرف ایدئولوژیک داره یک آدم مذهبی متعصب. کما اینکه آدم متعصب میتونه یه آدم حزبی باشه که از اول عمرش تا آخر عمرش پیرو محکم و متعصب یه حزبی باقی میمونه، حتی وقتی هم ظاهرا از اون حزب کنده میشه به شکل‌های گوناگون شخصیتش تابعی از اون حزبه. حالا در مورد